اولا این غذا با نان فوق العاده خوشمزه است. خود ما تو خونمون شاید بهتون میگم هفته یک یا دو بار ما این غذا رو استفاده میکنیم و خیلی تو خونه ما طرفدار داره. برای همین گفتم اینو برای شما هم درست کنم. اولین کاری که میکنم اینه که یکی از این تابه‌های چدنی رو روشن میکنیم، سیب زمینی رو برای سرخ کردن آماده میکنم، اول میذارم یه مقداری سیب زمینی گرم بشه، بعد بهش روغن رو اضافه میکنیم. تو ظرف دیگه‌مونم یه پیاز خیلی بزرگ یا دو تا پیاز متوسط رو می‌ریزیم تو تابه. یه کمی روغن بهش اضافه میکنم و میذارم پیاز سرخ بشه. تو این فاصله میایم سراغ کدوها. اول کدو رو از دو طرف برش میزنیم، سر و دومش رو میزنیم و بعد برشایی به این شکل بهش میدیم. وقتی برشایی به این شکل بزنید، حالا سریع از اینجا خوردشون میکنیم. اندازه همون سیب زمینی ها درشون میاریم، به همین سادگی. پس اینم روش خرد کردن کدوها بود. یکی دیگرش رو براتون میزنم، سر و دومشو میبرین، به این شکل بهش برش میزنین، بعد میگیرینش به همون شکلی که برش خورده نگرش میداری رو این شکلی برش میزنین. خیلی سریع خورد میشه. حالا بازم کدو البته احتیاج داریم، کدوها رو به پیاز اضافه میکنم. بین 4 تا 5 تا کدو رو میتونیم برای یه خانواده 4 نفره و 5 نفره خورد بکنیم. خیلی غذای خوشمزهیه، اولا خیلی طرفدار داره. بعد هم اینکه شما فکر کنید خب کدو یه غذاییه که یه ماده غذایی که هیچ مزه‌ای نداره، شما یه بار فقط کافیه این استروگانوف سبزیجات رو درست کنید تا مشتریش بشین و خیلی ازش لذت ببرین. این هم از این. پس سر و دوم کدو رو میزنیم. یادتون باشه کدو رو وقتی در واقع میخواییم بردارید یا بخرید، هیچوقت به اینجا به این بوتش دست نزنید. چون یه سری تیغای خیلی ریز داره که باید وقتا میده تو دست و آلرژی ایجاد میکنه. پس حتما وقتی میخواییم کدو رو بخرید این شکلی برش دارید، هیچوقت از دومش نگیرینه. حالا من به این شکل برشش میزنم و بعدم به همون روش که گفتم خوردش میکنم و به پیاز اضافهش میکنم. حالا میریم سراغ قارچ. قارچ یه منبع فوق‌العاده پروتئین عالیه که پر از آب میان بافتیه. به این شکل قارچ رو برش میزنیم و اونو به این غذا اضافه میکنیم. خیلی جالبه بدونین که وقتی که شما دارین از قارچ توی خورش توی غذا استفاده میکنین، یادتون باشه در واقع در قارچ مثل یه اسفنج میمونه، پر از آب میان بافتیه که این آب میان بافتیه پر از مواد عالی و معدنیه که خیلی برای بدن لازمه. این در واقع وقتی شما به قارچ دست میزنین، در واقع انگار به یه روکشی از یه منبع آبی دست دادین که پر از مواد معدنی فوق‌العاده است. برای همینه که وقتی از قارچ تو غذا استفاده میشه، قارچ سریع آب میندازه و حرارت باعث میشه که آب میان بافتی قارچ خارج بشه. این همون ویتامینای موجود فوق‌العاده در غذاست، در قارچ. اینم قارچ. حالا روغن رو به سیب زمینی اضافه میکنیم. وقتی که سیب زمینی رو میشورین همیشه آب میان بافتی آب داره و این آب باعث میشه که سیب زمینی کم طول بکشه سرخ شدنش. حالا ببینید با چه سرعتی سرخ میشه. میبینید وقتی که حرارت به تابه دادید به سیب زمینی دارید، حالا سرعت سرخ شدنش چندین برابر شده. اگر میذاشتید
که آب داشته باشه و تو تابید شدنی میخوریش حتما روغن میپاشید به همه جا. حالا ببینید هیچ اتفاقی نمیفته، حتی دستم اینقدر نزدیک میکنم روغن بهش نمیپاشه. بیاین غذا رو با هم بزنیم. پیاز، کدو و قارچ رو اینجا تفت میدیم و میذاریم تا خوب سرخ شه و آب میان بافتی قارچ خارج بشه. فلفلای دلمه‌ای رو آماده میکنیم. قسمت‌های سفیدش رو میگیریم. این هم همینطور. خیلی ها یکی از مشکلاتی که تو خونه دارن اینه که نگران تنوع آشپزی تو خونه، یعنی همیشه میگن خب ای داریم قرمه سبزی درست میکنیم، داریم زشپلو درست میکنیم و کوفته درست میکنیم، دلمه درست میکنیم. خیلی تکراری شده برنامه غذایشون. با دیدن برنامه بهونه شما میتونید خیلی تنوع رو تو آشپزخونهتون بالا ببرید. شما میتونید اولا یک اقتصادی آشپزی کنید، دو میتونید سالم زندگی کنید و ما شما رو تشویق میکنیم به این که سعی بکنید غذاهایی رو درست کنید که اولا 100% مثل یه داروه، مثل این غذا، و مفید براتون و هم تنوع آشپزی رو تو آشپزخونهتون بالا بردید. همین غذا رو شما میتونید باهاش یه خورشت به کدو درست کنید با گوشت یا مرغ. ولی ببینید ما با اضافه کردن چند تا چیز و کم کردن خیلی از چیزها براتون یه غذای ساده درست کردیم که همتون میتونید تو خونه درست کنیم و لذت ببرید. این در زمین غذا با نان فوق العاده غذای کامل و خوشمزه ایه. اینم بقیه فلفل دلمه ایه. این سفیدی توش هم در میارم. به این شکل برش میزنم. میذارمش، فعلا صبر میکنم، یه مقدار اینجا رو خلوت میکنیم. حالا وقت اضافه کردن کره هست. اینجا باید برای اینکه ببینی روغن خیلی کم روغن ریخته بودیم دیگه، حالا جذب شده. حالا میخواییم یه مایه دیگر رو بهش اضافه کنیم و اون کره هست که خیلی خیلی ترکیبش با خامه خوشمزش میکنه. اینجا کره رو اضافه میکنیم. سیب زمینی که در حال سرخ شدنه. یه مقدار دیگه به شکره اضافه میکنیم. حالا از این لحظه به بعد یه 6-7 دقیقه طول میکشه تا مایه کاملا آماده بشه. این 6-7 دقیقه که مایه آماده میشه حالا صبر میکنیم که خامه رو بهش اضافه کنیم. خامه رو که اضافه کردیم بهش یک کمی نمک و فلفل اضافه میکنه از آماده کشیدنه. با ما همراه باشیم. وقتی کدو و قارچ به این حالت از پخت رسید، میبینین چقدر عالی پخته و تفت داده شده، که البته اینم بهتون میگم مثلا ما اینو تفت دادیم، ببینین که خیلی کم روغن داشت، اینو تو روغن سرخ کردن سرخ کردیم. یادتون باشه برای اینم عدد یه نوع سرخ کردن حساب میشه. یادتون باشه برای سرخ کردن همیشه از روغن سرخ کردنی استفاده کنین، برای پختن از روغن پختنی. این خیلی ساده است. دو تا بطری میذاریم بغل گازتون، میدونی از کدومش استفاده کنی. حالا تو این مرحله خامه رو سریع اضافه میکنی و همش میزنی. کسایی که چربی خون دارن میتونن از خامه های کم چرب استفاده کنن. حالا نمک و فلفل غذا رو اضافه میکنم. اینجا خیلی مهمه، اینجا بعد اضافه شه این نمکش، اینم فلفل سیاهش. حتما از فلفل سیاه استفاده میکنیم که عطروبوش عالیه. ببینید غذا پخته، فقط حالا اینجا خامه یه حرارتی میبینه. روش بستن غذا رو اینجا خوب ببینید. اینجا دیگه چون تابه شدنیه و حرارت رو در خودش حفظ کرده خاموشش میکنم. سیب زمینی هم سرخ شده، یه ظرف آماده کردم و سیب زمینی رو جمع میکنم که روغنش رو بگیرم. ولی دوباره این تاوه رو میخوام.
سیب زمینی رو جمع میکنیم، روغنش رو میگیریم، چون سیب زمینی سرخ کرده این استراگانوف سبزیجات رو بی نهایت خوشمزه تر میکنه. و اصلا استراگانوف بدون سیب زمینی سرخ کرده اصلا معنی نداره. و اینم بهتون میگم اصلا از چیپس استفاده نکنید، خیلی خیلی بدمزش میکنه. این سیب زمینیه که خیلی خوشمزش میکنه. و اگه خیلی دیگه عجله داشتین و وقت نداشتین، حالا اشکال نداره از یه مقدار سیب چیپس هم استفاده کنید، ولی اصلش اینه. حالا فلفل خوب نگاه کنین، این تکنیکشه. حالا فلفل دلمه قرمز رو جدا میریزم. خیلی مهمه که فلفل دلمهش جدا سرخ بشه. یه کمی بهش نمک میزنم. حالا به این یکی یه مقداری فلفل قرمز میزنیم. برای کسایی که رستوران دارن و میخوان غذاهایی بدن به مردم که قیمت مناسبی داشته باشه، کیفیت فوق‌العاده باشه، این غذا محشره. حالا بیاین دیگه اینم خاموشش کنم، چون حرارت در خودش حفظ میکنه. یادتون باشه فلفل دلمه‌ای رو خیلی نباید سرخ کنید، با همین حرارت عالی داره میجوشه. حالا میریم برای غذا کشیدن. پس من چند تا نکته رو به شما بگم. یک، اینکه دیدیم چجوری از قارچ استفاده کردیم به عنوان یه منبع پروتئینی فوق‌العاده. و اینم اینجا تا یادم نرفته بگم که سعی کنیم قارچی که استفاده بکنیم، سعی کنیم توی این شرایط از قارچ بسته‌بندی استفاده کنیم. ایمنیش بهتره، بخاطر تمیز کردنش و ضد عفونی کردنش هم خیلی خیلی راحت‌تره، شستشوش هم راحت‌تره. اینو گفتم بهتون بگم که بسته‌بندی جا فله بود فعلا بخرید، ولی باید بیشتر شستشوش رو نگه داریم، تو آب سرد بیشتر نگه داریم. بسته‌بندیش حالا کمی راحت تر، نه اینکه تأثیری توی کیفیت یا ویتامین های وجود در قارچ داشته باشه. اینم اضافه کنم. حالا میخوام غذا رو بکشم. این از این. میریم برای کشیدن غذا. خیلی غذای وسوسه انگیزیه و مطمئنم تمام کسایی که امروز این برنامه رو دیدن خیلی دلشون میخواد این غذا رو درست کنن. و منم بهتون خیلی خیلی توصیه میکنم که حتما این غذا رو تو خونه درست کنین، چون مطمئنم خیلی ازش لذت میبرین، خیلی خوشتون میاد از طعم و مزهش. این از این. دور ظرف رو تمیز میکنم. بعد سیب زمینیشو میریزم. بعد میرم سراغ فلفل دلمه یا یه همش میزنم. حرارت اون بافت و شکی که میخواستم رو به من داده، فوق‌العاده‌اش کرده. و میام اینجا از این فلفل دلمه ایم میریزم روش. تموم شد. شما تو برنامه امروز یه غذای 100% گیاهی درست کردید، یاد گرفتید که میتونه برای همه خانواده ها یک غذای شاهکار و فوق‌العاده باشه. من تنها توصیه‌ای که دارم اینه که همین امروز موادشو بخرید و فردا درستش کنید، چون مطمئنم خیلی ازش لذت می‌برید.